مسئولیت تصمیم گیری یکی از بحث برانگیزترین مسائلی که در هنگام جدایی یا طلاق مطرح می شود، تصمیمات مربوط به کودک است. از جمله کودک کجا زندگی خواهد کرد؟ هر یک از والدین چقدر برای کودک وقت می گذارند؟ والدین چگونه تصمیمات عمده در مورد نحوه مراقبت و تربیت کودک را می گیرند؟ مسئولیت تصمیم گیری حق تصمیم گیری عمده در مورد نحوه مراقبت و تربیت فرزندان است. مسئولیت تصمیم گیری قبلاً به عنوان حضانت نامیده می شد. والدینی که مسئولیت تصمیم گیری دارند، حق دارند در مورد موارد مهم زیر تصمیم گیری کنند. تحصیلات کودک، مراقبت‌های پزشکی کودک، مذهب کودک، شادکامی و رفاه کودک. مسئولیت تصمیم‌گیری را می‌توان به چند روش تقسیم کرد. از جمله 1. یکی از والدین به تنهایی مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده دارد و ممکن است قبل از اتخاذ تصمیمات اساسی نیاز به مشورت با والدین دیگر نداشته باشد. 2. هر دو والدین مسئولیت تصمیم‌گیری دارند. 3. هر یک از والدین مسئول حوزه‌های مختلفی هستند. به عنوان مثال، یکی از والدین در مورد سلامت کودک تصمیم می‌گیرد و یکی دیگر از والدین در مورد تحصیلات کودک تصمیم می‌گیرد. والدین می‌توانند اختلاف مربوط به فرزندان را از طریق قرارداد یا طرح دعوای قضایی حل کنند. وقت دیدار با فرزند. زمانی را که کودک تحت مراقبت یکی از والدین می‌گذراند، وقت دیدار با فرزند می‌نامند. وقت دیدار با فرزند قبلاً به عنوان دسترسی نامیده می‌شد. در شرایطی که کودک با یکی از والدین زندگی می‌کند، پدر یا مادر دیگر حق این را دارد که با در نظر گرفتن بهترین منافع کودک، زمان تعیین شده با کودک را بگذراند. انواع مختلفی از توافق برای وقت دیدار با فرزند وجود دارد. از جمله زمان آزاد. در شرایطی که والدین پس از جدایی رابطه دوستانه داشته باشند یا می توانند با یکدیگر همکاری کنند، به جای داشتن یک برنامه رسمی می توانند ترتیبات زمان دیدار با فرزند را بازگذاشته تا به طور آزادانه تصمیم گیری شود. زمان ثابت. در برنامه ثابت دیدار با کودک می توان مدت زمان دیدار، تعداد دفعات دیدار، زمان دیدار و در بعضی مواقع مکان دیدار را از قبل تعیین کرد. این توافق ضروری است که والدین طبق یک چارچوب عمل کنند و از اختلاف در آینده جلوگیری شود. زمان تحت نظارت. در برخی شرایط ممکن است دیدار فقط با نظارت شخص ثالث یا یک مؤسسه ممکن باشد. هدف از دیدار تحت نظارت محافظت از کودک در برابر آسیب دیدگی است که یک راه حل کوتاه مدت است. می توان مسائل مربوط به کودک را از طریق یک توافق نامه و یا حکم دادگاه حل کرد. قانون طلاق در کانادا می گوید که قضات باید در هنگام تصمیم گیری در مورد ترتیبات تصمیم گیری و دیدار فرزند بهترین منافع کودک را در نظر بگیرد. بسیار مهم است که با مشورت با یک وکیل خانواده از حقوق و تعهدات خود در رابطه با تصمیم گیری و دیدار با فرزند اطلاع پیدا کنید. وکیل و مشاور حقوقی خوب میشناسی؟ برای چه کاری میخوای؟ این سوال و جوابیه که بین هزاران فرد رد و بدل شده، چون آدما همیشه با مسائلی مواجه میشن که برای رفع اونا نیاز به یه وکیل یا مشاور دارن تا بتونن ازش راهنمایی بگیرن و یا مسائل حقوقیشون رو به دست اونا بسپرن. جالبه براتون بدونید که یه پلتفرم آنلاین به اسم فیس لا وجود داره که شما رو دقیقاً به همون چیزی که نیازتونه میرسونه، با امکانات جذابی مثل رادیو تلویزیون آنلاین، مجله تخصصی مسائل حقوقی آنلاین، اپلیکیشن و وبسایت داره که بهتون کمک میکنه تا وکیل و مشاور حقوقی مورد نظرتون رو پیدا کنید. میخواین مهاجرت کنین؟ میخواین شرکت ثبت کنین؟ تصادف کردین؟ وصیت نامه میخواین تنظیم کنین؟ برای خرید و فروش ملکتون نیاز به وکیل دارین؟ حتما به فیس لاو دایرکتوری آنلاین وکلا، مشاوران حقوقی و مهاجرتی مراجعه کنین.